به نام جهان داور دادگر، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. به نام خداوند جان و خرد، چشم مستت ای نگارا فتنه برپا می کنه. فتنه‌گر هر جا که باشد فتنه برپا می کند. راز دل را ای برابر پیش هر ابله مگو، چون تو را آخر به پیش خلق رسوا می کند. هر چه می خواهی بگو، با نقشه دیوار گو، با بنی آدم مگو، زیرا که افشا می کند. درود بیکران بر شما خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، هموطنان ارجمند. امیدوارم که خوب و خوش و خرم و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستان های شاهنامه. برویم بر سر داستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان. داستان ما با آنجا رسید که رشنواد، سپه سالار سپاه همای چهرزاد، پادشاه ایران، برای سرکشی در اطراف لشکر میگشت. خاطرتون هست گفتیم که دارا بعد از اینکه هویتش رو فهمید، یعنی تا حدودی فهمید که پسر گازر و همسر گازر نیست، گازر یعنی رخشور پسر اینها نیست، و وقتی بچه بوده در صندوقی او رو پیدا کردن بر روی آب رودخانه، در هر حال از پدر و مادر جدا میشه، به سپاه ایران ملحق میشه. در این شرایط رومی ها حمله کردند، سپاه ایران میره برای مقابله. در این لحظه که داستان داره روایت میشه، از این قراره که داراب در واقع که مثل خیلی از سربازها امکانات آنچنانی نداره، خیمه نداره، خرگاه نداره، باران سختی باریده، شب هست، آمده زیر تاق ویرانه‌ای استراحت بکنه، خوابیده روی خاک زیر باران، اسبش هم زیر باران. از این طرف رشن باد سپه سالار سپاه آمده برای سرکشی که از حال و احوال سربازها و سپاهیان با خبر بشه، ببینه که وضع حالشون چگونه است. ناگهان وقتی که میرسه به اون تاق، خروشی میشنوه که به آواز میگه که ای تاق به هوش باش، مبادا فرو آیی که شاه ایران در پناه توست. رشن بار سه بار این آواز رو شنید، کسی رو فرستاد تا بره و ببینه زیر اون تاق چه خبره. فرستاده میره زیر اون تاق خرابه، اسبی میبینه خیس از باران و سواری خوابیده بر خاک. میاد رشنواد رو از اون وضع حالی که میبینه آگاه میکنه. رشنواد دستور میده او رو بیارند. رفتند و داراب رو بیدار کردند. همین که داراب آمد و سوار بر اسب شد، ببینیم چه اتفاقی برای تاق میفته. Thank you.
که یک روز بر تخت نهاده به سر برز پیروز تا زهر کشوری مهتران را بخواست زهر کشوری مهتران را بخواست که در پادشاهی کند پوش را چو دارا به اسب اندر آورد پای همانگاه تاق اندر آمد ز جای چو سالار شاه آن شگفتی بدید سراپای داراب را بنگرید چنین گفت که اینت شگفتی شگفت که از این برتر اندازه نتوان گرفت رشن باد شگفت زده انگشت حیرت به دهان همی گفت که ای دادگر یک خدا کسی در جهان این شگفتی ندید نز کار دیده بزرگان شنید دستور داد برای داراب خیمه و خرگاه آراستند برایش جامه ها آوردند کوه از آتش درست کرد با بسی عود و مشک و عنبر تا داراب گرم بشه راحت باشه روز دیگر سرزادن آفتاب عالمتاب سپهبد رشنواد دستور داد جامه اسب تازی با زرین ستام کمر تیر دادند به داراب بعد نشست با داراب شروع کرد به گفتگو کردن به پرسیدن که نام و نژاد تو چیست؟ از کجا آمده ای؟ داراب هر آنچه که از گازر و همسر گازر شنیده بود داستان رودخانه و صندوق و دیبا و دینار و یاقوت بسته به بازوش رو در واقع تعریف کرد برای رشنواد رشنواد دستور داد مثل باد بروند و فوراً زن و شوهر رو اونجا بیاورند بعد طلایه سپاه رو سپرد به داراب خودش هم زد به میدان جنگ لشکر روم و ایران رسیدند مقابل هم در پهنه نبرد داراب هنرنمایی ها کرد بسیاری از رومیان رو انداخت به خاک هلاکت رشنواد بسیار او رو ستایش کرد گفت جنگ روم تمام شود و برگردیم پادشاه بسیار تو را تقدیر خواهد کرد روز دیگر دو لشکر ایران و روم مقابل هم سفارایی کردند داراب زد به پیشگاه سپاه چنان که دیگر هیچ کس نماند زد به قلب سپاه همه لشکر روم از هم خاشیده شد سپاه بزرگ پراکنده شد زد به میمنه یعنی سمت راست سپاه خلاصه همه لشکر روم بر هم درید دلیران ایران هم از پس داراب میتاختند خیلی بیشتر انرژی گرفته بودند و روحیه و با روحیه قوی تر میامدن به جنگ رومی ها لشکر روم شکست خورد هر کس به سمتی فرار کرد رشم با داراب رو بسیار آفرین کرد شب شروع کردن تقسیم غنائم رشنواد به داراب گفت که ای شیر دل مرد هر چیز که خودت میپسندی بردار رشنواد هم شاد شد و فقط یک نیزه برداشت روز دیگر ایرانی ها رفتن به تعقیب لشکر شکست خورده رومیان زروم و زرومی برانگیخت گرد قیصر روم به ناچار پیام صلح فرستاد تسلیم شد البته خودشان حمله کرده بودند ولی در نهایت شکست خوردند و تسلیم شدند آی بران محضر اژدها در اجده ناگزیر
گاهی نوشتند برنا و فرستاد قیصر ز هر گونه چیز، گفت هرچه فرمان کنید همان می کنیم، می پذیریم و باج خواهیم داد. رشن باد شاد و خوشحال از این پیروزی. هدایای قیصر رو پذیرفت، با پیروزی و غنایم بسیار برگشت. رسید به همان تاق ویرانه. از پیشتر گازر یا همان رخشور رو و همسرش رو در اونجا حاضر کرده بودن برای جوابگویی. اونها هم ترسان و لرزان اونجا منتظر. چون رشنواد رسید، حقیقت حال داراب رو پرسید. اونها هم هر آنچه که بود از شرح واقعه گفتن، از صندوق و گوهر و رنج و پروردن کودک شیرخوار. رشنواد هم اونها رو نواخت. پس از آن فوراً نامه ای نوشت به پادشاه همای شهرزاد. در نامه از پیروزی لشکر ایران نوشت، از شنیدن آن آوازی که از تاق ویران شنیده بود، از بیرون آوردن داراب از زیر تاق و بعد فرو افتادن تاق، از سخنان گازر و همسرش، همه و همه رو در نامه شهر داد. اون گوهر سرخ متعلق به داراب رو هم ضمیمه نامه کرد. به یک پیک بادپا گفت که مثل باد خودت رو به پادشاه برسون. ببینیم گفتار اندر بازشناختن همای فرزند خود داراب را. چون نامه و یاقوت سرخ رسید به دست همای، خاطرتون هست که پیشتر دو مأمور محرم او از گزارش در واقع صندوق به او گفته بود، گزارش صندوق رو که در رودخانه رفته بود، در کجا در اون رو دیده بودن گازر و اون رو از آب گرفت و برد به کجا، اینها رو همه رو دیده بودن، آمدن گزارش دادن به همای. پس فهمید که این جوان برومند نبوده است جز پاک فرزند اوی، گرانمای شاخ برومند اوی. این همون جوانیه که روز سان سپاه او رو دیده بود. یاقوت بازوی داراب هم دیگه جای هیچ شکی باقی نگذاشت. شروع کرد گریه کردن، گفت نبود هیچ از اندیشه مغزم تهی، پر اندیشه بودم ز شاهنشهی. که یزدان پسر داد و نشناختم، به آب فرات اندر انداختم. به بازوش بر بستم این یک گوهر، پسر خوار شد چون بمردش پدر. کنون ایزد او را به من باز داد، به پیروز نام و پی رشنواد.
همای به شکرانه این اتفاق به مردمان درویش و نیازمند مال و درم بخشید به جایی که دانست کاتش کده است وگر زند و استاو و جشن صده است ببخشید گنجی بر این گونه نیز به هر کشوری بر پراکند چیز. روز دهم رشواد رسید به بارگاه بزرگان و داراب هم همراه با او. به یک هفته درها را بستند، هیچ کس را به درون بارگاه راه ندادند. به دستور جهاندار همای چهرزاد تختی زرین تدارک دیدند، دو کرسی از پیروزه و لاجورد، یک تاج پرگوهر شاهوار، جامه خسروانی از زر و گوهر. سرانجام به شهریور بهمن از بامداد جهاندار داراب را بار داد. درگاه شاه چوکاوه برون شد ز درگاه شاه برو انجمن گشت بازارگاه برو انجمن گشت بازارگاه درگاه شاه چوکاوه برون شد ز درگاه شاه برو انجمن گشت بازارگاه برو انجمن گشت بازارگاه یک جام پر از یاقوت سرخ یک جام پر از یاقوت زرد. چون داراب به ایوان رسید همای آمد از دور و بردش نماز. اون گوهرهای شاهوار رو بر سر داراب برفشان بر سر روی او ریخت. از دیده خون گریه کرد مرو را و گرفتش در آغوش تنگ. ببوسید و ببسود رویش به چنگ. داراب رو نشوند بر تخت زرین دو چشمش خیره به او. همای تاج پادشاهی رو بر سر داراب گذاشت، او رو بوسید، از آنچه که در حق پسر کرده بود پوزش خواست، گفت جوانی و گنج و طمع پادشاهی و تو هم پدر مرده مرا به چنین کاری انداخت، مرا ببخش. داراب گفت جهان آفرین است و خوشنود با. همای دستور داد موبد موبدان بزرگان همه سرزمین ها رو دعوت کنه. لشکرداران، دلاوران، امیران، صاحب منصبان، پهلوانان همه با همه آمدند به پای تخت و آفرین کردند. همای هر آنچه که به راز بود همه اسرار رو باز گفت. به گفت آن که اندر نهان کرده بود و از آن کرده بسیار غم خورده بود. گفت بدانید که از بهمن شهریار جز این نیست اندر جهان یادگار. تنها میراثدار پادشاهی داراب است، از او فرمان برید. همه شادی کردند و گوهر نثار. همای به موبدان گفت 32 سال آنچه کردم به رنج سپردم به دو تخت شاهی و گنج. همه شاد باشید فرمان برید. چون داراب به تخت نشست زن گازر و گازر آمد دوان. بگفتند که شهریار جوان
نشست کیی بر تو فرخنده باد، سر بدسگالان تو کنده باد. داراب اونها رو نواخت 10 بدره زر و جامی پر از گوهر به گازر بخشید. از هر گونه جامه 5 تخته به او بخشید. نصیحت جالبی هم به او کرد، به دو گفت رو گازری پیش دار، همیشه روان را به اندیشه دار. مگر زاب صندوق یا بی یکی، چو دارا به دو اندرون کودکی. برفتند و لبها پر از آفرین، زدادار بر شاه ایران زمین. بدین ترتیب دوران 32 ساله پادشاهی همای چهرزاد به خوبی و خوشی به پایان رسید. ببینیم داستان پادشاهی داراب که 12 سال بود. از آن چرم کاهنگران پشت پای، از آن چرم کاهنگران پشت پای، بپوشن هنگام زخم درای. همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد. همان گهز بازان برخواستگرد، همان گهز بازان برخواستگرد، همان گهز بازان برخواستگرد، همان گهز بازان برخواستگرد. همی برخروشید و فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند. جهان را سراسر سوی داد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. داراب چون بر تخت پادشاهی نشست، به بزرگان و ناماوران و موبدان گفت که پادشاهی رو با رنج و کوشش بسیار به دست نیاورده، اما با سرگذشت عجیب و شگفت‌انگیزی که داشته بیشک عنایات خداوند شامل حالش بوده، پس به شکرانه موهبت الهی در حق مردمان به عدل و انصاف رفتار خواهد کرد. مردمان از هندوستان و روم و از هر مرز و سرزمین آمدند به خدمت داراب و هدیه و نثار آوردند. روزی داراب برای سرکشی گله اسبان به دشت آمد. رسید به کوهی، در بالای کوه یکی بیکران ژرف دریا بدید. دستور داد کار آزمودگان و مهندسان رو از سرزمین های روم و هند بیاورند تا از راه دریا رودها و کانالها بزنند برای آرسانی به هر سرزمینی و شهر و دیاری. جان کلام اینجاست، چوبک شاد داننده زان آب بند، یکی شهر فرمود زان سودمند. چو دیوار شهر اندر آورد گرد، ورا نام کردند داراب گرد. به گزارش شاهنامه شهر داراب گرد توسط داراب نواده شاهزاده اسفندیار پهلوان ساخته شد. باری بر فراز کوه آتش افروخت، آتشکده بنا کرد، مملکت رو از دشمنان و بداندیشان محافظت کرد. ببینیم از اینجا به بعد گفتار اندر رزم داراب با عرب. چنون بود که از تازیان 100,000 نبرد سواران نیزه گذار برفتند و سالار ایشان شعیب، یکی نامدار از نژاد قتیب. در دوران سلطنت داراب گروهی از اعراب به سرداری شعیب به ایران حمله کردند. جالب هست بیشتر این داستان‌های شاهنامه همینه، گزارش
حمله از هشت گوشه ایران زمین، حمله به ایران از هر طرف، از شرق، از سمت سکاها یا از سمت تورانی ها، از جنوب به همین ترتیب، از غرب سرزمین سواران نیزه گذار که در واقع همان عربستان هست، حمله اعراب مکرر هست و در واقع به نظر میرسی که شاهنامه حدیث مقاومت مردم ایران، حدیث دفاع هست. در هر حال در دوره داراب هم عرب ها به سرداری شعیب به ایران حمله کردند. داراب با سپاهی آراسته اومد به مقابله اونها، جنگی سخت در گرفت، سه روز و سه شب جنگ بود. چهارم عرب روی برگاشتند، به شب دشت پیکار بگذاشتند. شعیب اندران رزمگه کشته شد، عرب را همه روز برگشته شد. روز چهارم عرب ها فراری، غنایم بسیاری از خود به جا گذاشتند. ببینیم گفتار اندر رفتن داراب جنگ قیصر روم و داستان زاده شدن اسکندر در برنامه آینده. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر.